خانم ها و آقایان سلام بر شما، سلام گرم و صمیمانه من رو در شبکه جهانی تلویزیون امید ایران بپذیرید. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت و پاینده و برقرار باشید. در برنامه هستیم تحت عنوان پل پیروزی، The Bridge of Victory، و برنامه‌ای است که شما شاهد موفقیت‌های هموطنان عزیز ما در خارج از آمریکا هستید. شخصیت‌هایی که امروز توانستن در خارج از آمریکا، در خارج از ایران ببخشید، بدرخشند و هر کدوم ستاره‌ای باشند برای نموداری از شخصیت و مرام ایرانی. این برنامه بسیار مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفته. بدون تعارف و می‌بینم در اقصی نقاط دنیا وقتی برنامه ما رو می‌بینید لذت می‌برید از اینکه شخصیت‌های ایرانی رو می‌بینید که در جامعه آمریکایی چه خوش درخشیدن. این برنامه توسط من و دوست و برادر عزیزم آقای مهندس جهانگیر اردلان تهیه و اجرا میشه و هر هفته سورپرایزی برای شما داریم که این هفته هم بار دیگر سورپرایزی است از یکی از خانم‌های جوان ایرانی که آینده بسیار درخشانی رو برای او پیش بینی می‌کنیم. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. مرسی. خیلی خوش آمدید به شبکه امید ایران. دوست دارم که رو در حسرم بذارید کنار. شما یه نویسنده کتاب هستید و باید خیلی بی‌پروا with lots of guts به اون معروف صحبت بکنم. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. مرسی از لطف شما. من هم به نوبه خودم عرض سلامی دارم به بینندگان محترم شبکه جهانی تلویزیون امید ایران. امیدوارم هر کجا هستید خوب و سلامت و پیروز باشید. مرسی از اینکه نظارگر برنامه ما هستید هر سه‌شنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر، پل پیروزی. برای خوشحالم جناب آقای رفیعی شما رو میبینم و خوش آمدی دارم به خانم کتی کاوه. خیلی مشکر. بسیار خوش آمدید. خیلی ممنون از شما که از من درخواست کردید که بیام. خیلی لطف کردید، محبت کردید، باعث افتخارم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب خانم کتی کاوه یکی از شخصیت هایی هستن که همطور که ملاحظه فرمایید دختر خانمی هستن که چند ساله با آمریکا اومدید شما؟ اصلا چی شد از ایران اومدید بیرون؟ همونجوری که همه ایرانی اومدن، والا انقلاب شد و جنگ شد، پدر مادرم، بیشتر مادرم هول کرد که نکنه برادرمو ببرن جنگ و سربازی و مثل خیلی از ایرانی ها. البته ما فرار نکردیم، ولی یعنی رفت تو کلشون که ما باید بریم از اینجا بیرون و موقعیت های تحصیلاتی بهتر باشه برای من و برادرم، و اومدیم آمریکا. خب اول به کجا رفتیم؟ اول رفتیم آلمان، حدود یک سال اونجا بودیم فقط که ویزا بگیریم که بیایم آمریکا. من 10 سالم بود از ایران اومدیم بیرون، یک سال آلمان بودیم، 11 سالم بود که وارد لس آنجلس شدم. خب خدمت شما عرض کنم فاصله رسیدن از ایران به آلمان و از آلمان به اینجا خیلی زیاد بود، نه؟ بله. چرا که درش انتظار درش انتظار بود و بلا تکلیفی بود و از اون وجود من یه سالی بود که من کلاس پنجم رو ایران تموم کردم، یعنی حتی امتحان نهاییمو دادم، بعد رفتیم آلمان. نمیدونستیم یه ما طول میکشه، سه ما طول میکشه، یه سال طول میکشه. من حدود یعنی تمام اون سال اصلا مدرسه نرفتم در واقع. بعد که اومدیم آمریکا تقریبا آخر کلاس ششم بود که رسیدیم، که کلاس ششم داشت تمام میشد ما تازه وارد شدیم و من شروع به مدرسه. پس واقعا همینه دیگه، وقتی که میگم راه درازی بوده، برای اینکه یک سال من فکر کنم 10 سال برای شما طول کشید. برای اینکه هر روز چشم به راه و انتظار و چی میشه، کار به کجا میکشه، چجوری میشه. و درس هم میخوندین اونجا دیگه آلمانی؟ نه نمیخونم. من که نمیدونستیم که کی هر روز، یادم پدر مادرم بحث میکردن که من و برادرمو بذارن مدرسه بریم، ولی نمیدونستیم. هی میگفتن نه همین امروز فردا ویزاتون آماده میشه، و میگفتیم خب حالا داریم میریم دیگه. بعد باز هی طول میکشید طول میکشید تا اینکه یه سال از این مدرسه در رفتیم. یعنی چه سالی شما تشریف آوردین به 1984 بود که ما اومدیم به لس آنجلس. بعد چه کاری رو شروع کردیم وقتی اومدیم؟ به هر حال اول رفتین مدرسه و تحصیلات. مدرسه تحصیلات من
دبیرستان که تمام کردم رفتم دانشگاه. کدوم مدرسه رفتین؟ کدوم دانشگاه رفتین؟ چه رشته ای رو فارغ التحصیل شدین؟ بیورلی هیلز یونیفاید اسکول دیستریکت می رفتم که مدرسه هاتورن، بعد بیورلی هیلز های اسکول رو تمام کردم، بعد رفتم USC، دابل میجر داشتم پرینت جورنالیزم و انگلیش لیتریچر اند کریتیو رایتینگ، که اون لابلا هم یه سال مونده به آخرش، یه سال رفتم دانشگاه سوربن توی پاریس اونجا تحصیل کردم. بله، و دوره خبرنگاری رو تمام کردم. بعد از اون رفتم یک سال ایران که اونجا نمیدونم بهش رسیده نه، یک سال طول داده، 9 ماه با آقای شیرزاد بزرگمهر در ایران نیوز کار کردن که برای ایران نیوز اونجا کار میکردن. آقای بزرگمهر ادیتور این چیف اون روزنامه بودن و در ضمن برای CNN کار میکردن، با ایشون کار کردم. بعد بیشتر خواستم برم توی سبک نویسندگی کتاب و تصویر کردن و اینا تا اینکه. اما هیچ وقت سعی کردین برای CNN یا جاهایی رو اپلای کردین که بتونین با توجه به تحصیلاتی که دارین؟ بیشتر توی نویسندگیش بودم، بیشتر جنبه ادیتینگ و تصویر کردن رو دوست داشتم تا اینکه مصاحبه کردن و اینا. برای همین رفتم تو اون رشته و فریلنس ادیتینگ. راجع به کتابی که به هر حال شروع کردید و تموم کردید، بلی، درست؟ میتونین خودتون توضیح بدید که واقعا انگیزه شما از نوشتن این کتاب چی بوده اصلا؟ بله، این کتاب من باورتون بشه، یعنی 10 سال تقریبا، نه اینکه 10 سال روش کار کردم، ولی 10 سال پیش شروعش کردم. و دلیلی که اینقدر طول کشید اینه که خیلی طولانی بود، یعنی 850 صفحه بود و من ادیتوری که داشتم گفتش که به هیچ وجه یک کتاب به این طولانی چاپ نمیشه، به خصوص از یه نویسنده جدیدی که کسی آشنایی باش نداره و باید اینو کوتاه کنی، که الان که تمام شده رسوندم به 324 صفحه. هنوز میگه زیاد طولانیه، ولی دیگه نمیتونم بیشتر از این کاتش کنم. قصد من این بود که الان مثلا کتابای توی سبک اون هستن، Reading Lolita in Tehran, Funny in Farsi, House of Sand and Fog. موقعی که من اینو شروع کردم همچی کتابی نبود، یعنی هیچ داستانی راجب انقلاب، راجب مایگریشن با آمریکا، راجب جنگ، راجب ریولوشن، اصلا این سوژه نبود. و شما هر سوژه‌ای رو فکر کنید برید تو کتابخونه، نه یکی نه دوتا، چندین تا کتاب راجع به یه سوژه میتونید پیدا کنید. و من به فکرم اومد که این یه سوژه‌ایش که میگن uncharted territory، واقعا هیچ چیزی نبود راجع به این کتاب. بر اساس دید یک جورنالیزم نوشته شده یا اینکه یک دختری که من اصلا هیچ به عنوان دختر ایرانی مثلا به عنوان هیچ گونه ریسرچ نکردم، هیچ گونه استاتستیک توش نیست. اون چیزی که اتفاق افتاده در سر راه تا رسیدی به آمریکا و در آمریکا زندگی کردی رو مجموعی کردی از یک کتاب. البته بعد بگم آقای اردلان هم این سوال از من کردن. کتاب من فیکشن هست، یعنی ناوله، یعنی حقیقت واقعیت نداره، فیکشنه، یعنی یه رمانه، یه داستانه. بله، خیالیه. ولی اتفاقایی که میفته مثل انقلاب، مثل جنگ، a lot of it is based on reality. خب جنگ شد، انقلاب شد، اومدیم آمریکا، ولی خیلی از کاراکترها مثلا توی کتاب دختری که در واقع منم داره داستانو میگه دوتا برادر کوچیکتر داره، این ریال لایف اینطور نیست، من یه برادر بزرگتر دارم. یعنی the kind of realistic and اگر حقیقت داشت بهش میگفتن مموار. این مموار نیستش، مموار یعنی واقعا باید خیلی خیلی تایتلی بیست آن زندگی شخصی. بله، به کتاب من اینطور نیست، یعنی بیشتر از اکثر کاراکتراش که واقعیت، یعنی واقعی نیستن، اینسیدنت هایی که اتفاق میفته ولی خیلی هاشون بیست آن زندگی خودم. اسم کتاب رو تعیین فرمودید؟ اسم کتاب هست And Sometimes Why. توضیح بدم اگه به انگلیسی هم نمیشه؟ به انگلیسی، بله به انگلیسی هستش کتاب. وولا به انگلیسی هستن AEIOU And Sometimes Why، حروف Y. اینا تیتر من هست And Sometimes Why WHY، که تو کتاب توضیح میدن. بله، که چرا، که یعنی دختر در واقع شروع میکنه که
دختره خیلی سوال داره و تو طول این کتاب میخواید سوالاشو جواب بده. چه پیامی رو میخواید شما واقعا برسونید به مردم، به اشخاصی که این کتاب رو میخوان بخونن، چه پیامی رو میخواید بدید؟ میگم اول که شروع کردم فکر کردم این سوژهش که چه ایرونی چه آمریکایی، اصلا این سوژه وجود نداره تو مارکت، تو بازار اصلا نیستش و خیلی داستان هیجان انگیزیه. یعنی راجب انقلاب روسیه ما داستان داریم، چرا راجب مال ایران نداشته باشه؟ نمیدونم آیا دراما هستش، آیا همه دراما هست، کمدی هست، کمدی که نه اینکه قهقه بخندید، ولی یه نکته هایی که ببینید، یه دختر 7 ساله مثلا جنگ و انقلاب میشه، هیچی راجب حکومت نمیدونه، هیچی راجب دین نمیدونه، خب یه حالتهای خنددار پیدا میکرد. مثلا خوشش میمد وقتی آجیر قرمز میزدن بعد میرفتن تو زیر زمین، این مثلا براش هیجان انگیز بود. پیکنیک بسکت درست میکرد و عروسکاشو میبرد پایین که آخ جون آجیر قرمز زدن و الان داریم بمبارون میشیم و چه هیجان انگیز. موشکا که میمد کجا میخوره؟ آیا اون وحشت رو به شما و همه اون خردسالان میداد دیگه؟ اولش آره، ولی بعد مثلا یه حالت خیلی عادی شده بود. ولی یه چیز رو فراموش نکنید خانم کاوه، که قبل از شما بسیار جوانانی بودند که آمدن در کولراها در بین راه مجبور شدن که حتی پوست گوسفند تنشون بکنن، در میان گله گوسفند به اصطلاح راه برن. کسانی که آمدند که بسیار ناهمواری ها و زهش ها در راه دیدن، زندان شدن، در زندان های ترکیه افتادن، در زندان های پاکستان افتادن، در اونجا خیلی به اسارت گرفته شدن، تهدید به بازگشتشون کردن، خیلی مسائل پیش اومد. خیلی ها فرار کردن. آیا در این کتاب به چنین مسائلی اشاره میشه؟ نه، چون نمیخواستم راجع به یه چیزی بنویسم که خودم، فقط یه قسمت کتاب، قسمت دومش یه اتفاقی میفته که من تجربه نکرده بودم، مجبور شدم یکی رو مصاحبه کنم، یک ساعت و نیم باش صحبت کردم راجع به زندان، زندان رفتن تو ایران، زندان چه جوریه، چون خودم اینا اکسپریانس نکرده بودم، با یکی مصاحبه کردم. چرا خواستی همچین کتابی بنویسی؟ چرا نخواستی؟ انگیزه چی بوده اصلا؟ انگیزه چی بوده؟ یا چه چرا اقتباسی نمیتونسته باشه از زندگی بسیاری از کسانی که آمدند و ما با زجر و با ترس و با تهدید و با دلهره آمدن که هنوز هم به خاطر اون چیزهایی که باش رو بری بودن، هنوز در تنهایی خودشون از تنهایی خودشون میترسن؟ این نکته تو کتاب من هست. البته این خانواده‌ای که من راجع بهش نوشتم فرار نکردن، ولی تمام این جنبه ترس و آیزولیشن و پرجودیسی که ایرانیا باش فیس شدن وقتی اومدن آمریکا، که هنوزم هستش، هنوزم هیت کرایم هست، پرجودیس هست، اینا رو خواستم از دیدگاه یه دختر جوان که از 5 سالگی این دختر این کتاب شروع میشه، میره تا 20 خورده سالگیش، خواستم که هم یه سری استریوتایپ ها رو بشکنم، هم واقعیت رو نشون بدم. یعنی نیومدم ایران رو پریزنت کنم که بگم ما چه مملکت بسیار بسیار قشنگ و حکومت عالی، نه اینم که بخوام بگم که حکومت ما افتضاح، یه چیز واقعیت، واقعیتی که خود من از 5 سالگی جنگ و انقلاب دیدم، در سن 20 سالگی خودم برگشتم ایران و بعد از 10 سال که اینجا بودم دیدم ایران چقدر عوض شده، چه از نظر حکومت. شما که برگشتید؟ من 2 سال پیش ایران، دو سال پیش ایران بودم و تقریبا. چه تغییراتی در ایران دیدی؟ از دفعه اول که رفتم بیشترین تغییر دیدم، چون 10 سال بود نرفته بودم. دفعه اول کی بود؟ دفعه اول سال 1995، یعنی 15 سال میشه. بله بله. 1995 برای اولین بار. برای دفعه. اولین بار. بعد از 15 سال. بعد از 15 سال. خب بعد دفعه دوم. بعد دفعه دوم میرفتم. تابستونا میرفتم. بعد 1 سال اونجا همونطور که گفتم کار کردم. بعد از آخرین بار کی بود؟ آخرین بار 2 سال. 2 سال پیش برگشتم. چه تفاوت‌هایی رو در طول این چند سال؟ چیزایی که خیلی obviouse که اصلا گفتن نداره، مثل ترافیک و پولوشن و اینجور چیزا که خیلی شما درس جورنالیست خونده، درسته؟ جورنالیست بیشترین و به عنوان یه جورنالیست من دارم با شما صحبت میکنم، نه به عنوان یه فرد عادی. بله قطعاً، چون رشته تحصیلات شما این بوده، چون رشته خود منم در دانشگاه همین بوده. بله. و سینما،
هم جورنالیست جورنالیزم بود و هم سینما میجر و ماینر هم البته فرق میکرد. من دوست دارم صحبتهایی که با هم میکنیم خیلی پروفشنالی باشه، احساسی درش نباشه، از دید یک جورنالیست که رفته و برای خودش یک رپورتی، حالا دلیل نداره برای رسانه شما کار بکنیم، در وجود خود من هر جا که میرم، هر شهری میرم، هر در حد حتی یه مهمانی که میرم، برای خودم آخر شب یه رپورتی رپورتاجی تهیه میکنم برای خودم شخصا، در به اصطلاح مایند خودم، در وجود خودم، که امشب چی بود این مهمانی، این پارتی، این کنسرت، این جشن، این سفر. بابا ببینم شما چی برداشت کردی از این، از ایران، از ایران سالی که ایران رو ترک کردی تا ایرانی که 2 سال پیش برای آخرین بار رفتی، چی گرفتی؟ بیشترین فرقی که من دیدم اینه که واقعا میگن میدل کلاس نداره، یعنی هیچی حد وسط نیستش تو ایران. در ایران، در ایران از شما از اکونومی بگیرید برید به اونور، هیچی حد وسط نداره، یعنی مردم یا بسیار بسیار فقیرند یا انقدر پول دارن که اصلا نمیدونن چیکار کنن با این پول، و هیچ میدل کلاسی تو ایران وجود نداره. بعد حتما شما نمیدین، فکر میکنم درصدش هست 60% جامعه توی ایران زیر 21 سالن، یعنی اکثر پاپیلیشن جوان هستن. جمعیت ایران در حال حاضر جمعیت رسمی که داده شده 78 میلیون نفر هست. 78 میلیون، جمعیت که اعلام شده. بله. از این 78 میلیون نفر همونطور که میدانید در طول 20 سال گذشته به خاطر جنگ ایران و عراق و کشته شدن بسیاری از مردها، تعداد خانم‌ها در ایران تعدادشون از مردها بیشتر شده. بله. و به خاطر ایجاد نسل و همین مسئله یه مقدار درش یک توقفی به وجود آمده که امروز ما در هر جایی که چنین جنگ هایی پیش میاد مسائل هم با خودش به همراه داره، جمله همین مسئله زاد و ولد هست. خب شک نیست که تعداد خانم ها الان بیشتر هستش. خانم بیشتر هستش، خیلی سطح تحصیلاتشون خیلی سپرایز شدم، خیلی سطح تحصیلات جوان ها بالاست، یعنی اکثرشون دبیرستان میرن، دانشگاه میرن، کنکور دادن خیلی کار مشکلیه، و ولی در این حال خیلی فرصت برای اینکه هیچ چیزی برای تفریح ندارن. البته پیدا میکنن، چرا پیدا میکنن ولی نه، ولی چیزی که بتونن دائم باهاش تفریح داشته باشن. بله، مثل اینجا خب چیزی مسلمن نیست، باید از خودشون یا باید برن. به این دلیل هست که بسیاری از جوانهای ایران، جوانهایی که از 20 سال پیش پا به جامعه گذاشتن، الان خیلی هاشون موزیسین هستن، هر کدومشون یک آلت موسیقی رو به اصطلاح بلدن استفاده بکنن، اصلا موزیسین های خوبی هستن، به خاطر اینکه اون گردش و تفریح ها از اینها گرفته شده و مجبور شدن در خونه. خب بیکار که نمیشه نشست، نیروی جوانی میخواد یاد بگیره، یا اینکه بره دانشگاه، بره لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، اما بیکار باشه. بله، وضعیت کاری خیلی بده، اقتصادی خیلی بده، اینقدر کلافگی هست توی جوان ها. اینا ببینید کسایی هستن نه مثل من یا شما، اینا جوان هایی هستن که نه جنگ دیدن نه انقلاب دیدن، اینا اصلا نمیدونن قبل از انقلاب ایران چجوری بود، ولی جنگ هم ندیدن، جنگ هم ندیدن، ولی من احساس میکنم از ما کلافگیشون بیشتره این جوان ها، با تحصیلاتی که دارن، با کلافگی دارن، حتی عصبانیتی که دارن. من فکر می‌کنم این جوانان که بتونن و واقعا میخوان این حکومت رو عوض کنن، برای اینکه اونان که آیندهشون جلوشونه و گیر کردن توی مملکتی که اپورتونیتی ندارن، فریدام ندارن، هر روز قانون عوض میشه، یه روز سختگیری میکنن، یه روز کمتر سختگیری میکنن، خیلی کلافگی هست توی جوانان ایرانی. خانم کاوه، من سوالی که از حضورتون دارم، با توجه به این که فرمودین نوشته های شما فیکشن هستش، درست؟ بله. اما تجارب شخصی شما در این کتاب، بله، حتما به هر حال استفاده کردین. بله. از این بله. رفت آمد هایی که به ایران کردید. بله. از کودکی شما. بله. یه مسئله دیگر هم فرمودید که نژاد پرستی رو در مدرسه، مثل این که فرمودید که چون ایرانی بودین به شما. بله. یه مقداری توضیح به ما بدین که ببینیم که اصلا
با تجارب شخصی شما توی این کتاب هنوز جواب اول منم ندادین، چه پیامی رو میخواید به پیامی؟ ببینید، قصد من پیام دادن نبود، به نظر من یه داستانی بود که گفته نشده بوده. یعنی این داستان انقلاب ایران، جنگ ایران، مردم ایران آواره شدن، مجبور شدن برن جاهای دیگه، این داستان من ندیده بودم جایی. و قصد من این بود که من این داستان جالبی است که مردم چه ایرانیش و آمریکایی، من ادیتورم آمریکایی بود و وقتی میخوند خیلی جاها مثلا میگفت چقدر این موضوع جالب بود یا I didn't know this. خب این یه حالتی به من میداد که خب I've done my job، یا آمریکایی خب information نداشت راجع به ایران و یه شخص بود و خونده خیلی جاهاش میگفت چقدر جالب بود، من I didn't know this، this was very interesting for me. این در واقع قصد من بود. برگردم به سوال دومتون که در واقع سوژه prejudice میشه. موقعی که من آمدم که دخترم که تو دختری هم که تو کتاب داره داستان رو تعریف میکنه دقیقا اکسپریانس خودم رو تعریف میکنه، من توی ایران خیلی شلترد بودم و مدرسه خصوصی آمریکا. عذر میخوام، من از اتاق فرما خواهش میکنم دو شات هم نشون بدم. مدرسه خصوصی آمریکایی ها می رفتم تا کلاس چهارم که دیگه یک سالم بود انقلاب شده بود، همه مدرسه ها رو بستن، بعد رفتم مدرسه ایرانی و هیچی راجع به حکومت و حتی دین و اینا هیچی نمی دونستم. یعنی خیلی زندگی شلتردی داشتم، می رفتم مدرسه می آمدم خونه، سینه زنی هم مجبور بودم تو مدرسه بزنم، اصلا نمیدونستم، خودم هم میزدم میگفتم مرگ بر آمریکا، ولی اصلا didn't make sense مرگ بر آمریکا یعنی همه آمریکایی ها بمیرن، آمریکا انایلیت بشه. اومدم اینجا خیلی شوکه شدم که اینقدر، درست بعد از هاستیج کرایسیس هم بود، وسط جنگ هم بود و دختر پسرای 11 ساله 12 ساله، من که وارد مدرسه شدم، میگم اول سالم نبود آخر سال بود وارد مدرسه که شدم، اصلا بدون این که اصلا بدونن من کیم بام حرف بزنن، تا معلم گفت این خانم اسمش کتی از ایران اومده دیگه شروع شد مسخره و جوک و یعنی اصلا شوکه شده بودم که مگه من چیکار کردم، من چه به من چه مربوطه هاستیج کرایسیس، به من چه مربوطه این حکومت. و به عنوان یه بچه خیلی برای من هم عجیب بود هم هرتفول بودش که چرا این مسئله وجود داره. و همینجور که بزرگتر شدم دیدم نه ادامه داره، فقط جوان ها نیستن، با آدم های مسن‌تر هم همینه، نه اینی که آمریکایی ها نژاد چیز باشن، پرست باشن، بیشتر پرجورس بود به خاطر همین death to America و hostage crisis و اینو. ولی برام باعث تعجب بود که بچه های تو اون سن که مثل خود من واقعا نمیدونستن اصلا این حکومت فرق داره با individuality یه نفر. من یه سوالی از شما دارم. اولا خوشحالم که شما در این برنامه هستی به چند دلیل. اولا یه خانم جوانی هستی که هم در ایران بزرگ شدی، هم در اینجا به دانشگاه رفتی و هم در طول این مدت بارها به ایران رفتی و برگشتی. این طعمه منه، غذای من، غذای برنامه منه. کتاب بخوام یه مقدار کنار بذاریم، اشاره وقتی کتابت راه افتاد و نوشتی و منتشر شد و برحال ارائه شد، حتما برای اوپنینگش میره اینجا و ما با هم حتما راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد. اما خوشحالم، واقعا خوشحالم به عنوان یک ژورنالیست جوان، آقای مهندس اردلان، یک ژورنالیست جوانی که آمده و وارد برها جامعه شده، میتونه الان بسیار بسیار قضاوت درستی داشته باشه درباره زندگی جوانانی که امروز در داخل ایران هستن و جوانان ایرانی که امروز در آمریکا هستن. من راجع به اروپا صحبت نمی‌کنم چون شما در آمریکا بزرگ شدی، از نزدیک شاهدش بودی و درس خوندی و کدوم دانشگاه رفتی شما؟ USC. خب یک دانشگاه بسیار معروف و پاپولاری که برای بسیار از جوان هم از اونجا گریجویت شدن و دارن اونجا تحصیل میکنن. تفاوت فکری جوانانی که امروز در ایران هستند با جوانانی که امروز در آمریکا هستند در رابطه با خواسته هاشون چیه؟ Is it a hard question, isn't it?
No, it's not a hard question, and believe it or not, it's خیلی it's very similar. یعنی درخواستشون is very similar. فکر می‌کنم هم جوانای اینجا هم جوانای ایران خیلی اولا تحصیل براشون مهمه، کار براشون مهمه، دنبال اپورتونتی کار می‌گردن، موفقیت و سکسس براشون خیلی مهمه. شما اگه نگاه کنید حالا چه جوان چه مسن‌تر، ایرانیایی که از ایران اومدن بیرون خیلی سکسسفول بودن اکثرشون، یعنی اپورتونتی وقتی بوده جامعه خیلی موفقی هستیم. ما تو همین لس آنجلس شما نگاه کنید پروفشنال خیلی زیاد هست. جوانای تو ایران هم دلشون همینو میخوان ولی اپورتونتیش کمتره براشون. خیلی یعنی میری ایران میگیم آمریکا بزرگ شدم یا آمریکا زندگی میکنم، با یه حالت حسرت نگاه میکنن که ای وای کاش ما میتونستیم بیایم، کاش ما میتونستیم بیایم اونجا کار کنیم، کاش ما میتونستیم بیایم اونجا درس بخونیم. یعنی اینجا رو مثلا یه خب تو ایرانم با ماشاءالله همه مهندس، دکتر، بله بله، سایکولوژیست، بله، دکترای بسیار خوب، بله، مهندسای بله، بله، بسیار خوب، تحصیل کرده های خوب، اما همین مسئله رو که گفتید جذب کار شدن، چون الان ما تو دانشگاه های ایران واقعا میبینی اولا دانشگاه ایران هم دانشگاه آزاد داره تا اونجا من شنیدم و هم دانشگاه دولتی داره، اما دانشگاه آزاد این اپورتونتی رو دادن به افراد که تحصیلاتشون رو واقعا ادامه بدن تا درجه دکترا، اما جذب کار شدن اینجا کوشن هستش و مهم هست. کسی که بیاد تحصیلاتش رو تموم بکنه و نتونه جذب کار بشه اون خیلی سخت هستش و همینه که میخواد به هر حال مغزها فرار کنن بیان به کشورهای دیگه بتونن این اپورتونتی داشته باشن که بتونن کار کنن، چون میگن مسکن اونجا خیلی گرونه، درست میگن؟ یعنی cost of living، cost of living، درآمد مردم به ریاله یا تومنه ولی خرج به دلاره. یعنی من میشه پدرم رو مثال بزنم، پدرم پزشک هستن، دکتر زنان زایمان و جراحی میکنن، ویزیت پدر من توی مطب $7، جراحی که میکنه اصلا اکثر اوقات پول نمیگیره از مریضاش برای اینکه اصلا ارزشی نداره و اون، ولی برای اون کسی که داره روش عمل جراحی میکنه برای اون خیلی پوله. من مثلا تو تاکسی که میشستم تو ایران راننده تاکسی برای من تعریف میکرد، میگفتش که من پول ندارم که شب زمستون که هستش بخاری روشن کنم برای اینکه گرونه. پدرم به یکی از مریضای خانمش که حامله بود گفته بودش که پروتئینتون کمه، گوشت و ماهی بیشتر بخورید. خانم خندیده بود گفته بود آقای دکتر شما شاید بتونید هر شب گوشت و مرغ بخورید، ما خیلی شانس بیاریم ما یه دفعه میتونیم گوشت و مرغ بخوریم. یعنی اینقدر standard of living خیلی خیلی مشکله برای بر همون میگم میدل کلاس نیستش. خیلی دکتر کاوه پدر شما هستن. بله. در ایران پزشک هستن. بله. بله. واقعا واقعا بهشون تبریک میگم با این مرامی که دارن و میگین به این صورت دارن مریضا رو بدون اینکه بعضیشون اصلا پول بگیرن. بله. آره. بله. و این فرق خیلی کوچیکی هست بین ایران و آمریکا. کجای آمریکا؟ البته جسارت نمی‌کنم بگم آمریکا نمی‌گیرن، خیلی دکترای خوب ایرانی هم داریم که به هر حال، اما قسمت مادی رو هنوز اون عرق ایرانی بودن، اون شرف هنوز توی ایرانیای ما از جمله پدر شما هست که بتونه. آقای مهندس ندارم، من بچه که بودم وقتی که می‌دیدم در جامعه صحبت از پزشک میشه به عنوان یک حرفه مقدس ازش یاد میشد، یعنی هر کسی که میخواست برای خودش یه خدا بیامرزی درست بکنه این یه مثالی بوده نه. که یه آخر و عاقبتی درست کنه که دعا پشت سرش باشه، میگفتن آقا برو پزشک باشه، برای اینکه وقتی که پزشک میشدی خب به مردم کمک میکردی، دنبال مسئله مردم بودی، درمانشون میکردی، خیلی ها رو پول نمیگرفتی، خیلی ها رو ازش میگذشتی و جونشون رو نجات میدادی. میرفتن یادم هستش که مثلا در دهات های دوردست میرفتن اونجا مثلا یه دونه دماغای کوچک درست میکردن و شروع میکردن مداوا کردن. ولی بذارید واقعیت رو بگیم، امروز مسئله پزشک شده یه بیزینس، یعنی میگن برو پزشک بشو که پول درآوری، برو پزشک بشو که بری در بیولی هیلز و بری در
ملیبو و بره در جاهای گرون قیمت مثلا جراحی پلاستیک بگیم، جراحی پلاستیک بکنیم که بیشتر پول در بیاریم، جراحی پلاستیک کازمتیک که در اون رشته پول بیشتر هستش. ببینید اون مرام پزشکی، خیلی متاسفم، خیلی متاسفم که اون مرام پزشکی دیگه از بین رفته و امیدوارم که جامعه ایرانی، حتی در جامعه پزشکان آمریکا هم همینطور شده. بذارین خدمتتون عرض کنم، یعنی مسئله پزشک بودن امروز شده مسئله پول در آوردن، یعنی که بریم به شغلی داشته باشیم که بتونیم پول در بیاریم و میلیونر بشیم، پولدار بشیم مثلا. حتی مقامش، یعنی دکتر باش یا وکیل باش. البته خب باز اینو باید تایید کنیم، چون واقعا افرادی هستن که اقلیتی هم هستن، اکثریت نه اما اقلیتی هستن، اکثریت نه، ولی اقلیتی هستن که دوست داشتن که به جامعه کمک کنن، دوست داشتن که و دوست دارن هنوز که مهره باشن برای سازندگی و سلامتی و سالم بودن افراد در جامعه. خب یه نکته دیگه، من ادامه داشتین حرف من، چون یه بخشش رو گفتم، یه بخش دیگه هم که میخوام بگم اینه که خیلی از جوانای ایران هم اینا به خاطر حالت گم بودنشون، من میبینم گفتم که تحصیلات بالاست، دلشون میخواد کار کنن، ولی عده بسیار 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 زیادی هم هستن که کلمه بدی باشه، علافن، واقعا علافن و میخوان علاف باشن، یعنی نه هدفی ندارن، فقط هر شب مهمونی پارتی مهمونی پارتی و خونه پدر مادر میخوابن، پول رنتی ندارن، درست؟ یعنی اجاره نمیدن، هیچ کاری نمیکنن، یعنی فقط هدفشون اینه که امشب مهمونی خونه کی باشه. من یه چیزو بگم برای جامعه ایرانی در روز مهندس اردلان و خانم کاوه، و اون این است که خدمت شما عرض کنم، در فرهنگ ما از قدیم این بوده که چه دختر چه پسر وقتی که بزرگ میشن بعد تو خونه بمونن تا زمانی که میخوان ازدواج بکنن. اما فرهنگ اونهایی هم که به آمریکا آمدن، ایرانیان آمریکایی، عوض شده. یعنی شما که در داخل ایران هستید میخوام بهتون بگم ها. و اون این است که کسانی که میان بزرگ میشن و به یه سنی که میرسن از خونه میرن بیرون. چرا؟ دوستی خاله خرسه نباید اینجا حکم کنه. پسر و دختر اگر بخوان سالم بمونن، اگر بخوان اعتیادی نداشته باشن، فرق نمی کنه که در خونه پدر باشن چه برن بیرون، دیگه شکل گرفته. اون بچه 20 ساله 21 دو ساله شکل گرفته. الان من مثالشو میخوام بزنم، برای اشکالی نداره که استدلال کنم، مهندس اردلان خواهش میکنه. خب مهندس خانواده اردلان از یه خانواده بسیار مرفهی هستن و آمدن دو مرفهن که نه که تو خونه نشسته باشن پول از در و دیوار بیان، نه مهندس اردلان اشکالی نداره که اینطور صحبت کنم، نه دوست دارم، اشکالی نداره، چه کسی بهتر از دوست من برادر من، پول از در و دیوار نمیاد. مهندس اردلان از ساعت 6 صبح میاد بیرون کار میکنه تا ساعت 7 شب. فکر نکنید الان مهندس اردلان با کروات اومده نشسته اینجا، یعنی واقعا خسته است. اینو بعضی روزها را، امروز زیاد نه، ولی در بعضی از روزها حتی وقت نداره با من تلفنی صحبت کنه. اینا رو من با افتخار میگم، یعنی بدونید که در آمریکا اینطور نیست که تو خونه بشینی از در و دیوار پول بیاد، باید دوید، باید زحمت کشید. و اما مهندس اردلان صاحب دو پسر و یک دختر هستش. این دو فرزند، پسر واقعا موفق و دخترشون هم بسیار موفق که الان به صلاح یک مرکز بیمه رو دارن مدیریتشو انجام میدن به وضعش خیلی زیبا و درست و قشنگی، خیلی هم موفق. اما این بچه ها آمدن بیرون، یعنی آرش، دکتر آرش اردلان که من هفته پیش باش مصاحبه میکردم که کیس خیلی مهمی رو مسئولیتش رو به اتفاقی که از دوستانش به عهده گرفته برای کشته شدن یک جوان ایرانی
شایان امروز یه وکیله، یه وکیل موفق در سن پایینم رفته وکیل شده، برای اولین بار هم بردش رو پس کرده. اما این پسر چند سال قبل از خونه میاد بیرون، خونه میگیرن میرن. چرا؟ برای اینکه این بچه باید پخته بشه، این بچه باید وارد اجتماع بشه، مسئولیت پیدا کنه. اگر مهندس اردلان و باهر اردلان چنین برنامه‌ای رو، چنین تحریزی رو برای فرزندشون نمی‌داشتن، امروز نمی‌تونه چه که از بهترین وکلا در سن پایین بشه. بچه باید این سختی‌ها رو بکشه، بیاد بیرون، با جامعه آشنا بشه، پستی و بلندی‌ها رو ببینه. نگه آقا بابای من خب داره که داره، ولی من چی؟ بعضی ها دوستی خاله خرسه میکنن. درست میگم؟ شما هر چی میفهمین درست میفهمین، اما واقعا اما رایتون نه. ببینین، خود من و شما مثال زدید، به هر حال من هم جوانی با یک لیسانس از ایران اومدم قبل از انقلاب، یعنی شاید 3 ماه 4 ماه قبل از انقلاب اومدم، هنوز خبری البته سینما رکس آتیش زده بودن، مسائلی بود در داخل، اما انقلابی نبود، و اومدم برای ادامه تحصیل و فوق لیسانس هم بگیرم، که به هر حال جذب کار شدم. همزمان که کار کردم تحصیل کردم و به هر حال ازدواج کردیم و موندیم دیگه در آمریکا. البته همیشه اون خاک پاک ایران رو روی سرمون میذاریم و دوست داریم، اما وقتی که اینجا ما آلوده شدیم و بعد از 20 سال که من برگشتم ایران، دیدم اصلا زبون مایی که قبل از انقلاب اومدیم یه مقداری تغییر کرده، روز به روز هم بیشتر شده، روز به روز هم بیشتر تغییر کرده. من زبون باز میکردم توی بازار میرفتم، میگفت شما از لسان از آمریکا اومدید، که یه مقداری برای خود من، خب زبون فارسی رو دارم حرف میزنم، اما مثل این که فرق کرده یه مقداری. اما باز هم میگم اینجوری که ایشون میفرماین که مردم در فقر هستن، مردم همه دارن زندگی میکنن، خیلی سخت، اجاره ها خیلی بالاست. اونجوری که من آخرین باری که من رفتم ایران سال 1999 بود، که البته باز هم مدتی هست، یعنی 16 سال پیش، دو بار من ایران رفتم. و مسئله که هستش، به هر حال هر کسی میگه حرکت است تو برکت از خدا، یعنی هر کسی، واقعا من این احساس رو دارم، اگر به خودش این نیرو رو بده که بگه من هدفی دارم و میخوام موفق بشم، حتما موفق به هر حال. تو برنامه بسیار خوبی بود، یکی از برنامه‌ای بود که واقعا لذت بردم، برای اینکه بعد بعضی حرفا رو زد، باید توجیه کرد، توضیح داد، و شما هم که در اون ور آب‌ها هستی یه مقدار متوجه بشید که در این ور آبها چه خبری هست. و وقتی که یک ژورنالیست جوانی، یه دختر خانم بسیار محترمی میاد و اینطوری بررسی میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، واقعا میشه برنامه قشنگ، برنامه‌ای که امروز شما دارید ما رو، خب خوشبختانه برنامه ما رو در سراسر دنیا الان دارید میبینید، در آمریکا بر روی ستلایت و سایت ها داره پخش میشه، در اروپا از طریق یوتلسات، و ایران کشورهای خاورمیانه از طریق یوتلسات و یاسات داره پخش میشه. بیننده های بسیاری الان ما با خودمون برای خودمون داریم، و خوشحالم، بسیار خوشحالم که این صحبت ها بدون تارو و بدون سانسور در چنین برنامه‌ای که پل پیروزی هست، یه پل ارتباطی هست، که امروز چنین برنامه‌ای باعث میشه که شما بدونید ما اینجا داریم چیکار میکنیم، و شما که پشت دوربین هستید و در اون ور آب‌ها هستید دارید چیکار میکنید، بسیار برنامه سازنده و معتبر و با ارزشی باشه. جناب نادر رفیع، من بخوام تأکیدی داشته باشم راجع به کتی کاوه، که یک جوون واقعا در سن کم تشویق بردن تو آمریکا و تونسته دو تا فوق لیسانس، اگه اشتباه نکنم درست میگم، یه دونه فوق لیسانس، نه فوق لیسانس، دو تا لیسانس گرفته و تونسته که به هر حال نویسنده‌ای باشه و یه همچین کتابی رو به خودش جرأت داره بنویسه، من شخصا تبریکی دارم براتون کتی، و ازتون میخوام که واقعا ببینید چه نیازی دارین که جامعه ایرانی، چه درونی چه بیرونی، چون به هر حال الان تعداد زیادی دارن شما رو نگاه میکنن،
فکر میکنی الان در چه مرحله ای هستی و چه کار میخوای بکنی و چه کمکی احتیاج داری؟ الان کتاب که تموم شده، کتاب رو نوشتم تموم شده و الان مرحله بعدی دنبال پابلش کردنشه که بعد ایجنت پیدا کنم. پابلشر اول ایجنت پیدا میکنی بعد ایجنت برات پابلشر پیدا میکنی، یا میتونه دوتاش هم باز با هم باشه؟ نه الان جوری شده که مگر اینکه بخواید سلف پابلش بکنید که من نمیخوام اون کار بکنم، ایجنت باید پیدا کنید، بعد ایجنت براتون، خود ایجنت میره سراغ پابلشینگ هاوس ها ببینه که کی اینترستده. که من الان هفته پیش کتابم از اول تا آخر خوندم، گفتم دیگه تموم شد. This is it. I'm done and I have to go. باز الان شما دنبال ایجنت میگردم. انشالله برای 4-5 ماه آینده ما حتما از خانم کتی کاوه دعوت میکنیم که بیاد و با طرح‌های قشنگ روی جلد و داخل پشت جلد رو نشون بدیم و صحبت بکنیم و معرف یک دختر جوان ایرانی باشیم که امروز میاد و از دیدگاه خودش یک داستانی رو، داستان خیالی، واقعی، فانتزی و ریالیستیک تو هم با هم و کمدی و دراما میشه. ادیتورم گفتش که this is the Iranian version of Gone with the Wind. exactly. خب ببین داستان هر کدوم ایرانیای واقعا هر کدوم داستان، ولی بعد ببینیم واقعا داستان این کتاب چی هستش. و نبایدم بگه تا زمانی که کتابش پابلش بشه و بیاد در درس مردم، بعد اون وقت خودم بشینه نکته بینی کنه و راجع به شرط. الان شما چه پیامی دارید برای مردم؟ چیکار میخواید مردمی که الان دارن نگاه میکنن شما رو، یا افرادی که شاید تو رشته شما هستن، شاید ایجنت هایی باشن که با شما تماس بگیرن، میخواین سایتتون رو اینجا دارید؟ ایمیل ایمیلتون هستش؟ پروفشنال ایمیل ادرس هم هست، kathykavewrites@gmail.com، میتونن با من تماس بگیرن اگر تو این رشته هستن. خیلی ممنون میشم. در ضمن کمک فکری و کمک مالی، من خودم هم کار تصویر میکنم، نویسندگی میکنم. خیلی کسایی که حتی تو دانشگاه هستن بعد تیسس بنویسن یا ریسرچ پیپر بنویسن، خیلی ایده دارن برای مقاله، ولی شما میتونن زمانی که ما با هم میخوریم خیلی من کار اون بازم میکنم، سمانه میبودیم به شما میدادیم در صورت این کمک من میتونم به بینندگان بکنم. ولی یه چیز بگم، چون منم برای رشته رو خوندم خیلی بعضی از واحدهای سخت بود، مثلا اسهی که بعد می نوشتی، بعد هیستوری که مثلا می نوشتی، می گفتم یک سناریوی فیلم شما خودت بعد برای خودت انتخاب کنی که شباهت به هیچ فیلمی نباشه و بنویسی تخیلی کمی چی آقا بعد می شستی و انگلیسی هم بعد خیلی خوب باشدی. واسه همین خیلی ایرانی ها دنبال این رشته نرفتم، برای اینکه هم انگلیسی خوب میخواست و میخواد و هم این که یه رشته خاص خودشه که جاب زیادی براش نیست. درسته؟ پولش هم خیلی کمه، هر که پول میزن خیلی کمه، ولی عشق براش زیاده، میدونی؟ اون خیلی زیاده. خب خیلی ممنون از شما، مرسی برای حضورتون. خانم کتی کاوه، مبارزه موفقیت و سلامتی برای شما و سلامتی برای پدر شما آقای دکتر کاوه که امروز در ایران جز یکی از جراحانی هستن. خیلی قشنگ گفتن برای هر مریضی بیشتر از $7 نمیگیرن و عشقشون به مردمه و بعضی از جراحی هم که میکنن پول نمیگیرن. من واقعا تبریک دارم و امیدوارم شما جراحانی که در سراسر دنیا هستید، جراحان ایرانی، اگر بیماری آمد، فرق نمی کنه ها، ایرانی باشه، مکزیکی باشه، آلمانی باشه، نیکاراگوئه باشه، هر کجا که میخواد باشه، دکتری باشید که گذشته اینو داشته باشید و فکر نجات یک انسانی رو بکنید که اون میتونه پدر یک خانواده و نوناور یک خانواده باشه، برقرار باشید. من هم یه مسیج، یه پیام دارم برای جناب دکتر کاوه و خانم دکتر کاوه. تبریکی دارم براتون برای یه چنین دختری که واقعا امیدوارم که موفق بشه، امیدوارم که اون هدفی رو که داره بهش برسه و برای شما پدر و مادری که یک همچین دختر دستگلی رو
واقعا به جامعه تحویل دادین تبریکی دارم. برقرار باشید، با امید به امید ایران نگاه کنید، با امید روزهای بهتر با آینده روشن‌تر.